اجازه بدید ارتباط دیگری برقرار کنیم برای جویا شدن از وضعیت آب و برق منطقه سیل زده. تأسیسات نفتی در منطقه هورالعظیم استان خوزستان با توجه به سیلاب وحشتناکی که به این استان اومد زیر آب. چی این سیل یا دیوه؟ همه چی رو بلیده که. شد میترا؟ چه میدونم دارم میگیرم خطا قرد. امیر این بارون یه خورده دیگه به باره صد سرریز میکنه، بعد اون موقع میتونیم از گرقه بریم تا راین نداش. اون موقع است که یورو در میاریم و تومن خرج میکنیم. این خفش ببین بکن رو آب اینجوری شناوری یه گروه کوچیک موسیقیه، یک زن و شوهرن که زنم حامله است و یک دوستی که یه بند کوچولو توی یک شهرستان خیلی دور ایجاد کردن، به وجود آوردن و دوست دارن دیده بشن و راهی رو باید بپیمایم بیان تو سیلی که آب همه جا رو گرفته که برسن به اون کافه‌ای که قرار اتفاق براشون بیفته. اول میشه شک نکن، میریم که بریم به سوی تقویم تاریخ و تو این سیر و سلوک یک جوری شرایط نسل جوان به نمایش در میاد. اما لیلی مهلا ستاره صحنه ها و گروهش بند در بند خودشون رو به تهران رسوندن و به روی صحنه کاف استیج حاضر شدن. از همین سکو بود که تونستن خودشون رو به فستیوال جهانی معرفی. تهران آمال آرزوی بچه های شهرستانه، امکانات همه هم باشته شده تو تهران، پول در تهرانه، کنسرت در تهرانه، بچه ها برای اینکه بتونن دیده بشن باید بیان تهران با امکانات مالی و بضاعت بسیار کمی که دارن. فکر میکنم به تهران برسن میتونن کره زمین رو تصاحب کنن. حالا چقدر موفق میشن یا نمیشن اون بحثای دیگر رو میطلبه. سلام، خسته نباشی. این چی را بسته است؟ آقا، 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 اینجا ببینم نمیتونیم به خدا زنم حامله، زنم حامله عزیز من. نسل جوان خواسته هاش، امیداش، حرکتاش خیلی متفاوت تر از نسل ماست. خیلی ایدئالیست نیستن، پاشون رو زمینه ولی تلاش میکنن، تلاش میکنن که اتفاق و رقم بزنن. تو این تلاش خیلی جاها من میبینم ایشون، باشون گپ و گفت دارم، دوچار سرخوردگی میشن ولی باز دنباله یک راه چاره. این نسل جدید من فکر میکنم که راهشو پیدا میکنه با تمام سرخوردگی ها و گرفتاری ها، بخصوص اگه موسیقی هم باشم. برای موسیقی هنوز تلویزیون ما ساز نشون نمیده. نسل جوان با موسیقی یک ارتباط تنگاتنگ پیدا کرده خوشبختانه و نزدیک شدن به این نسل با تموم رویاهاشون، با تمام نوع زندگی کردنشون. من دوست دارم تو کارهای دیگه هم به این نسل بپردازم، چون من فکر میکنم این نسل خیلی سینما، خیلی سینما، خیلی تصویره. وقتی که مشگانه تو هم گیر مکنن آرام، پیچک میشن و تو هم پیچ مخورن آرام. قش قشه پیچیدن مشگانه دارام آرام، انگار میشنوم تو تاریکی آرام آرام. قراره بریم که موزیک اجرا کنیم در واقع، و من دوستی دارم که در واقع رضاست و خیلی وابستم به رضا. نحوه انتخاب هنرپیشه و کار کردن با اونا که
آقای رضا کولاغانی که اصلا بند داره، موزیسین قبلا بازی کرده بودن. امیرحسین تاریک از بچه های تئاتر بود، بازیگر خوب تئاتر بود و همچنین محلا رو که اصلا تو این کافه اون روزی که نشستیم طرح و گفتیم انتخاب شد و به هر حال تیم تو دفتر شکل گرفت، ایده بیان میشد و خیلی راحت کار میکردن، خیلی راحت، چون کاملا تفهیم شده بود به هممون که قرار چی کار کنیم. اونم باشه، 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 یکیشون تو در باشه، خاله؟ خب اگه داره دور میشه چرا ما اون استفاده نکنیم؟ اون که خیلی گرافیک خوب میده، قشنگ هم میشه گفت یه از خودگذشتگی تیم بود و این همدلیه که تونست این فیلم شکل بگیره، چون یک جاهای ما توی تا سینه تو آب بودیم، تو فاضل آب بودیم، در اصل تو آب نبودیم برای گرفتن پلانا و خوشبختانه همه گروه میدونستیم داریم چی کار میکنیم و شرایط سختمون رو میشناختیم. ما شبانه روز شاید 3-4 ساعت بیشتر نمیخوابیدیم چون سیل میتونست بره پایین و آب دیگه وجود نداشته باشه. از جنوب حرکت کردیم، اومدیم تا خرم‌آباد، تا معمولان رو بازسازی کردیم چون ویران شده بود اصلا و اون پلان‌ها رو گرفتیم. اینکه تونست این فیلم به وجود بیاد و متولد بشه همون تیم بود. از یک اندیشه که این اندیشه فراگیر شده تو کل گروه، یک جایی باید به بچه های سینماگر مستقل به نسل جوان میگفتم این قلاده نذاریم به گردن شما بیفته که فقط باید باجت های بزرگ باشه و این باجت های بزرگ هم در انحصار یک سری اشخاص بخصوصه و تو دام اینا نیفتیم، با حداقل میشه کار کرد و باید حرکت کنیم. ما قرار نیست افسرده بشیم، ما قرار نیست بریم تو قارهای خودمون، ما قرار نیست بعد از 40 سال کار همه چیز رو رها کنیم و بسپاریم به دست کسانی که سینما براشون حساب بانکیه و پولشوییه و رانته و عکس گرفتن با سلبریتی ها. برای من خواستم جریان سازی کنم خیلی روشن، فیلم های خوب و لو باجت و این جریان سازی امیدوارم ادامه پیدا کنه مثل تمام دنیا، اروپا، ساله 40-50، دوره مک‌کارتی امریکا و دورانایی که مشکلات اجازه حرکت به اندیشه نمیداد.